صبح بخیر همیهنان عزیزم، هنگامه افشار در برنامه رو در رو 8 بامداد شنبه 17 از ماه دسامبر 2011 میلادی به آغاز سال نو نزدیک میشیم. روزهای شنبه 8 بامداد و 3 شنبه ها 4 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا زنده در خدمتون هستیم. امروز در واقع سالگرد کبریت زدن به انقلاب بهار عربه. در چنین روزی بود که محمد طارق بوعزیزی، یک دانشجو که دست روش بود و از بیگ و مامورین پلیس در صحبتی فرمودی، از او خواستن که وسایلش رو جمع کنه در تونس، زد خورد گفتن شده بین او و پلیس و او خودش رو در ملای عام آتش زد و همین موضوع به ظاهر کوچک موضوعات بزرگتری، اتفاقات عظیمتری در راستای اعتراض به وجود میاد. اما گاه یک کدوم از اونها سرنوشت رو تغییر میده، تاریخ رو میسازه و بعد از آتش زدن او بود که ما دیدیم چه قوغایی در تونس به وجود آمد. بن علی فرار کرد و بعد در مصر شروع شد و بعد در لیبی، همزمان در سوریه و سایر نقاط و امروز در مسکو. در واقع یک سال اخیر یک تحول چند صد ساله در تاریخ به وجود آمده. این اتفاقات در کشورهایی که ریشه اسلام دارند و زیر نفوذ استبداد حکومتی و استبداد مذهبی، که این هر دو با هم در حال معامله هستند، بودند قرنها، بشریت رو، خونش رو به جوش آورده، به ویژه نفس که عوض شده و به همراه تکنولوژی جدید. ریشه مذهبی که این کشورها درگیرش بودن و هستند، مذهب برای هر کس محترم در حیطه شخصیش، در واقع ریشه اصلی اسلام زنه، زن و بعد تنه و شاخ و برگ ها موارد دیگر. به همین دلیل میبینیم که در کشورهایی که هرچی قوانین اسلام قوی تره، بر زن بیشتر اشحاف میشه، بر پوشش زن، بر شراکت زن در امور سیاسی و اجتماعی فرهنگی، بر خودنمایی زن، در واقع تقاضای حقوق کردن، حقوق مساوی. و دیدیم که در کشورهایی که این قاعده شکسته شده و زنها به حوزه های فعالیت روی آوردن، چگونه جوامع دگرگون شده. پس در کشورهای اسلامی موضوع زن، موضوع حرکت زن، نقش زن بسیار اساسی بوده و هست و از روز اول کلن زن در تاریخ به عنوان یک اهرم یا از او ابزار بهره برداری شده یا سوء استفاده شده. ما میدونیم که قدیمی ترین و سنتی ترین شغل بیزینس روسپیگری بوده، یعنی وقتی که هیچ شغلی نبوده، ادارات نبودن و منبع درآمد برای انسان ها نبوده، اصلا دنیای متمدنی وجود نداشته، زن بوده که از بدن خودش به عنوان یک درآمد سرشار استفاده کرده و حتی برای یک خزانه صومعه ها
زنان بودن که بدن خودشون رو اجاره میدادن یا کرایه میدادن و این رو در راه‌های خیریه استفاده میکردن. همینطوری با شروع مدنیت نقش زن بعد به عنوان بردهداری، به عنوان جنس دوم، به عنوان کسی که میشه ازش حالا به عناوین مختلف بهره برداری کرد آمد و تا اینکه نسل ها عوض شدن، روشن فکران آمدن، انقلاب ها به وجود آمد و زن تونست از این حصارها رو بشکنه، عبور کنه، به مشاغل اجتماعی پیش رو بیاره، به ویژه پس از مذاهب ابراهیمی. چون قبل از مذاهب ابراهیمی باز چون سور و غور بکنیم در تاریخ زن، میبینیم زنها قدرتشون بیشتر از مردان بوده. مردان به شکار میرفتن برای روزی و زنها بودن که در محیط بودن، تربیت بچه ها، آموزش زبان، ساختن خانه، باید حفاظت میکردن از خانواده، کشاورزی، تقسیم ارث و چند شوهری هم باب بوده. اما این مذاهب که آمدن چون مذاهب مردانه بودن به کل نقش زن رو دگرگون کردن تا دو قرن اخیر که باز با انقلاب صنعتی نقش زن تغییر کرد. حالا این بهره برداری از نقش زن که چگونه از بردگی و او رو چون ضعیفتر هست، جنس ضعیفتر هست، مورد تبلیغات قرار دارن، به ویژه تبلیغات مذهبی، میبینیم که همین امروز در قرن 21 این دنیای غیر یکسان چگونه یک زنی رئیس جمهور میشه و زن دیگری هنوز اجازه نداره بدون اجازه مجوز شوی خود از خانه بیرون بیاد. این انقلابات که در یک سال اخیر در کشورهای عربی آغاز شده، به ویژه در شاخ آفریقا، اعتراض بعضی از زنها رو به دنبال داشته. میبینیم که در اوکراین، کیف، زنها با لخت شدن در واقع اعتراض خودشون رو به استبداد مذهب نشون میدن. زنهایی که حتی خودشون مسلمان نیستن ولی برای حمایت زنان مسلمان. و بعد حالا در خود این کشورهای مسلمان این شیوه لخت شدن، نشان دادن بدن عریان، در واقع نوعی اعتراض، نوعی تبوشکنی و نوعی نمایش و یک آزادی بیان هست در واقع، که این هست که اصول و قواعد رو بر علیه زن به وجود آورده، یعنی جنسیت زن. و به تازگی یک دختری هم در مصر این شیوه دختران اوکراینو دنبال کرد و با لخت شدن خودش، با گرفتن عکس‌های لختی از خود و گذاشتن این عکس‌ها در وبسایت خودش، اعتراض کرد به حرکت تندروهای مذهبی و اینکه اینها اگر مسلط بشن بر انقلاب مصر، آنکه ضرر می‌بینه جامعه زنان هستند. و یک کسی مقاله می نویسه، یک کسی کتاب می نویسه، یک کسی فیلم می سازه، ولی این گونه حرکات بیشتر مورد توجه قرار می گیره. خانوم عالیه مقدال مهدی، ایشون دانشجو رشته هنره و فقط در یک روز صدها هزار بیننده به سایت این دختر رولوشنری مصری رفتن و صحبت این پیام این هست که بدن منه، هر گونه بخوام از بدن خودم استفاده میکنم و نمیخوام که اسلامگرایان مصری مسلط بشن، چون حقوق اولین کسی که ساقط میشه حقوق من به عنوان یک زن هست. و این هم خب سر صدای زیادی به پا کرده، چون در این کشورها به محض اینکه انقلاب میشه اولین گروهی که به روی کار میان اسلامیون هستن. چرا؟ چون تنها گروه آزادی هستن که
قرن هاست در کنار حکومت ها بودن، آزادی بیان دارن، آزادی عمل دارن، کسی حزب اونها رو منحل نمی کنه، حتی اگر محدودشون کنن زیرزمینی، و چون ذهنیت جامعه در دستشونه. به همین دلیل میبینیم در این کشورهای عربی امروز اولین گروه هایی که به روی کار میان مذهبیون هستن، و خب زنها بیشتر همه نگران هستن برای اینکه این قوانین شریعه اجرا نشه، و واقعا میتونیم بگیم که اگر به خاطر آگاهی این زنها نباشه، دنیا هیچ تغییری نمیکنه از لحاظ شیوهی که در قرون وسطا بوده. حالا نقش زن، چرا این جنسیت، این زیبا بودن زن، ظرافت زن، جاذبه جنسی او باعث این همه سوء استفاده ها یا تغییرات سیاسی هست؟ امروز در کشورهای دموکراتیک به گونه دیگر از او بهره برداری میکنند، یعنی اینکه برای از دور خارج کردن یک مرد سیاستمدار، اگر ببینن در پرونده او پرونده سرقت نیست، جنایت نیست، جاسوسی نیست، برای او میان یک پاپوش و یک وسیله جنسی میسازن که اینکه این مرد با این زن یا زنهای مختلف روابط جنسی داشته، و بعد این روابط جنسی حتی اگر به میل و دلخواهم بوده تبلیغ میکنن و جوی به وجود میارن که این تجاوز بوده، در بعضی از موارد هم هست، یا به زور بوده یا هراسمنت، سکشوال هراسمنت از لحاظ سکسی با اصرار. ما دیدیم که جدیدترینش یا آنچه که تاریخ زمان ما به یاد میاره، زمان جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا بود که یک زنباره بود ولی یک سیاستمدار بسیار زبده و قهار. اما در زمان جان اف کندی این جرم نبود و کاخ سفید یا خارج از کاخ سفید آقای جان اف کندی با زن ارتباط زیادی داشت، حتی با وجود اینکه زن زیبایی چون ژاکلین رو در کنار خود داشت. ولی که از بزرگترین وقایع و داستان‌های زندگی جان اف کندی رابطه او با مریلین مونرو، هنرپیشه زیبای هالیوود، که حتی تا امروز میگویند که کشته شدن خودکشی در واقع مریلین مونرو زیر نظر و دستور و عملیات مقامات امنیتی امریکا بوده. اما اون موقع موضوعی نبود، تاریخ گذشت از روی این قضیه و هیچ کس راجع به زنباره بودن جان اف کندی صحبت نمی کنه و در مورد خدماتش صحبت می کنه. بله، و این هم مریلین مونرو، بانوی زیبای هالیوود. بعد از اون ما دیدیم که آقای کلینتون رئیس جمهور آمریکا به دوره دوم که میخواست بره، موضوع رابطه عاشقانش با مونیکا لوینسکی که در کاخ سفید در اوال آفیس اون دفتر اصلی رابطه جنسی داشته، و دیدیم که چقدر این رسانه ها کوبیدن و بریشه چون زنها حساسیت دارن نسبت به خیانت شوهرانشون بر علیه کلینتون. اما با تمام این تبلیغات که جو رسانه های امریکا و افکار عمومی رو به هم ریخته بود، آقای کلینتون برای دور دوم هم دوباره انتخاب شد. و بعد موضوع همین اخیر در مبارزات انتخاباتی 2011 جمهوری خواهان دیدیم یک سیاه پوستی به نام آقای هرمن کین، آقای هرمن کین آمد و جلو هم زد به باره
لیست خانم هایی که آمدن جلو و گفتن که این دست رازی میکرده، این به زور میخواست به ما تجاوز کنه با وجودی که ازدواج کرده روابط غیر مشروط داشته. و خب عجیبه که امریکایی‌ها حساسیت دارن نسبت به این قضیه. و بعد یک در نهایت یک بانوی به نام جینجر وایت که در واقع لاتینا بود اومد گفت من 10 سال با این رابطه داشتم، رابطه عاشقانه داشتم. ماجرا رو به جایی کشوندن که این مرد از صحنه سیاست کشید، مبارزات انتخاباتی کشید کنار. و باز سال گذشته یادتون میاد رئیس بانک جهانی آقای استراسخان فرانسوی در آمریکا بود و اون ماجرایی که به یک خدمتکار یا مید هتل به زور تجاوز کرده که با چه افتضاحی، و این قرار بود که برای ریاست جمهوری فرانسه بره. یعنی در واقع زن امروز اگر یک روز به عنوان برده، یک روز به عنوان کسی که حتی اگر بهش تجاوز میشد میکشتنش، میگفتن تو کاری کردی که به تو تجاوز شده، امروز در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته یک بهترین اخرامه برای اینکه بیارن جبر رو آشوب کنن، آشفته کنن و افکار عمومی رو تحریک و تحریش کنن و در واقع بر علیه اون باشه و دیسکردیت بشه، از صحنه خارج بشه. موضوع که این شیوه داره پیشرفته تر میشه و باز چون موضوع ما امروز در واقع در بیشتره برنامه های رو در رو نقش زن هست، میبینیم که این زنی که امروز در کشورهای دموکراتیک به کارهای اجتماعی میپردازه چگونه مورد بهره برداری سیاسی قرار میگیره. موضوع این رئیس جمهور قبلی اسرائیل آقای موشه کاتساب، من البته اسم اصلیشون موسا قصابه، زاده ایرانه، زاده یزده و 5 سالگی آمد به اسرائیل وقتی که هنوز همه در کمپ زندگی می کردن. از پایین آمد به بالا، چند رشته در رشته ریاضیات تحصیل کرد در چند رشته و بعد در 24 سالگی نماینده پارلمان شد، بعد وزیر راه و ترابری شد، وزیر جهانگردی شد و بعد آمد برای ریاست جمهوری نخستین رئیس جمهور از ایرانی الاصل. و رقیبش چی بود؟ آقای شیمون پرس. و ایشون به قدر محبوب بود و به قدری لایق بود که از در واقع 61 رأی که حد اکثر رأی پارلمان هست، ایشون 63 رأی آورد در مقابل 57 رأی که شیمون پرس رو گذاشت کنار و اولین رهبر حزب لیکود بود که به کاخ ریاست جمهوری اسرائیل راه پیدا کرده بود و برای یک دوره 7 ساله. اما در دوره سال ششم، یک سال مانده به پایان کارشون، به ناگاه همین پرونده که موضوع زن، تجاوز به زن، دسترسی به زن آمد به جلو و تمام سابقه ایشون رو تحت شعاع قرار داد، به قدر ایشون تحت فشار قرار گرفت که از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و آقای شیمون پرس این بار نه با رقابت که با حقارت تغییر تر شدن این مرد به اون کاخ راه پیدا کرد. در 10 روز اخیر یا 2 هفته اخیر که حکم محکوم شدن آقای موش کفزاق الان منجر شده به محکوم شدنشون و به 7 سال زندان در پشت میله های زندان هست، یعنی در واقع یک مردی که تمام زندگیش درخشان بوده، با پرونده زیر عنوان تجاوز بزن، دست رازی بزن، زورگویی، این مرد تمام زندگیش به یک باره از کاخ ریاست جمهوری برده شد به پشت میله های زندان. این موضوع خیلی من رو کنجکاو کرد که چگونه هست که مدارک، یعنی در اینجا من به 2 سیستم قضایی آماده آشنایی دارم، یکی ایران که سیستم قضاییش پشت درهای بسته است، با پرونده سازی
مثل سعیدی سیرجانی گفتن که این زنباره بوده، هموسکشوال بوده، هر چهار اون چه که بود، هیچ دلیل و مدرکی نمیخواد در ایران، یا کسی قاچاقچی هست یا کسی جاسوس هست و اینها در دادگاه‌های صحرایی در واقع محاکمه میشن پشت درهای بسته، مدارک محکم به عموم، به قضاوت عموم گذاشته نمیشه، داده نمیشه، و نه در دادگاه مردم که در دادگاه های شرق اینها محکوم میشن. این سیستم و بعد سیستم قضایی امریکا که میگن proof beyond reasonable doubt، یعنی اثبات بدون هیچ گونه شک و شبهه که بودن. خب مثل همین آقایونی که اسمشون رو بردیم، مدارک آمد یا دادگاه اینها رو تبرئه کرد یا محکومشون کرد، ولی خب اینها در واقع تجاوز خود یک عمل جناییه، جزاییه و میتونه زندان به دنبال داشته باشه. اما یک فردی که رئیس جمهور هست و بعد به اجباره پرونده‌ای بر علیهش با حدود 18 زن گمنام در پشت درهای بسته، که چرا در پشت درهای بسته باید باشه؟ اگر قضیه سیاسی باشه میتونه، یا پشت درهای بسته باشه، میگن که مسائلی هست که باید پوشیده ببانه و پابلیک یا عموم نباید بدانن. اما این قضیه جنایی است. حتی آقای اسحاق رابین ما دیدیم که جلسات دادگاهش عمومی بود. چگونه هست که در پشت درهای بسته زنان ناشناس به این بهانه که این زنان از آبرو خودشون میترسیدن، نخواستن شناخته بشن و این حکم صادر شد. حالا اون هم 10 یا 15 سال بعد از این ماجرا. چگونه بود این قضیه؟ افکار عمومی، من در این 10 روزه با افراد مختلفی، از بسیاری هم یهودیان در داخل اسرائیل و در خود امریکا، یا اونها با من تماس گرفتن یا من با اونها تماس داشتم، که قضیه به چه گونه بوده، آیا قانع کننده بوده. میگن مولای درز قضاوت دادگاه اسرائیل نمیره و قضات و مجازات برای یک شهروند ساده و یک رئیس جمهور به یک گونه هست. اما آیا محکوم شدن آقای موشکرزا، یک ایرانی الاصل زاده ایران که این پلکان ترقی رو پیمود و اینقدر مورد محبوب القلوب بود، قانع کننده است؟ و چرا این سکوت ترسناک در جامعه مقابل این قضیه که یک توضیحی داده بشه که آیا این یک پاپوشی بوده برای ایشان یا اینکه واقعیتیست؟ بین 7 تا 8% جمعیت اسرائیل ایرانی ها هستند، ایرانی الاصل هستند، و ما میبینیم در خود لس آنجلس چقدر یهودیان در اینجا کنفدراسیون دارن و چقدر فعال هستند. چگونه هست که بخشنامه اعتراضی در رسانه ها، سوالی، همه گویی که این مرد واقعا به واقع مجرم بوده. ماجرا هم به این گونه اون گونه که من تحقیق کردم آغاز شد که یک دختر زیبایی که قبلا وقتیشون گویا وزیر امور جهانگردی بوده، گردشگری بوده، برای ایشون کار میکنه، میاد امریکا، برمیگرده اسرائیل، دنبال کار میگرده، چون در امریکا نمیتونه موفق باشه، میره سراغ آقای موشکرزا و از او میخواد که به او کار بده. او میگه من کاری ندارم. میگه پس یا به من $250,000 میدی یا اینکه من میرم با اطلاع میدم که تو به من تجاوز کردی. و بعد خود آقای موشکرزا به مشاور امنیتیش میگه که این زن میخواد برای من تله بذاره، و همین موضوع باعث میشه که پلیس بیاد سراغشون و میگه نه، تو موضوعات دیگه هم داری آقای رئیس جمهور. به اتباره 7-8 زن به وجود میاد. حالا این که میگوین در قضاوت قوانین اسرائیل، در قضاییش، قوه قضاییش هیچ مولا درزش نمیره، در اینجا
برای من به عنوان خبرنگار نه تنها مولا درزش می‌دهد که شکاف و سوراخ‌های زیادی به وجود آورده. این که 10-15 سال آیا پلیس با چرا اولا این زنها اگر بهشون زنی بهش تجاوز شده همون موقع به پلیس مراجعه نکرده که میگویند از ترس آبرو و بعد از 10-15 سال چگونه اینها به پلیس مراجعه کردن که نکردن که پلیس به اینها مراجعه کرده، پلیس در واقع به اینها مراجعه کرده. نمیدونم این دختر زیبا که این همون نمیدونم این دختر زیبا کی هست، کرایسیس، بله کرایسیس این پرزیدنت این اکیوز آف ریپ، بله یکی از دختران زیبایی که کار میکرده برایشون. البته از حق نگذاریم، این آقا زنباره هم بوده، زنباز هم بوده، اما اینکه این موضوع رو به عنوان یک اهرام سیاسی برای اینکه ایشون رو از قدرت پایین بیارن و شخص دیگری که آقای شیمون پرس در رقابت شکست خورده بوده در موقع رئیس جمهوری و حالا در بد جایگاه اون نشسته، سوراخ‌های زیادی دیده میشه. این دختر البته کیسی که این دختر رو تاس اوت میکنن، یعنی قانون میندازه بیرون، میگه که نه تو چون تقاضای پول کرده بودی. و بعد این که تجاوز به این دخترها در کجا بوده، مدارکی وجود ندارد. آیا در محیط کار بوده؟ چون شما در محیط کار یه کسی مثل آقای کتساب که رئیس جمهور یا وزیر جهانگردیه، در یک محیط کار انسانهای دیگه هم هستن. این تجاوز باید یک شاهدی داشته باشه، آثاری بر روی بدن دختر، کار آسانی نیست تجاوز، ضرب و جرحی باشه، پارگی لباس باشه. و اینکه این دخترها همه سکوت کردن در زمان خودشون و بعد 10-15 سال بعد پلیس اینها رو پیدا میکنه، نه اینکه اینها به پلیس برن و پلیس دنبال مدعی نمیره، مدعی هست که باید بیاد به سراغ پلیس. این هست که میگویم چقدر این قضیه از لحاظ افکار عمومی مورد سوال هست و چرا این سکوت و سانسور وجود داره که کسی این یعنی تصمیم گرفته شده بوده برای این جریان، چرا باز نیست؟ در واقع جامعه باید بدونه، نه تنها جامعه داخل اسرائیل بلکه جامعه جهانی. در به اینترنت من مراجعه کردم، شما تشریف ببرین در اینترنت بزنین موش کتساب، یک مطلب میاد. این مطلب رو من براتون فرستادم، شاید کمتر از نیم صفحه از سابقه درخشان این مرد میگه و بقیه موضوع ری. به هر شکلی که من در اینترنت آقای موش کتساب رو دنبال کردم، فرزن میزنم موش کتساب رئیس جمهور اسرائیل، میبینی که هر صفحه‌ای که میاد در هر صفحه چندین مبحث هست، 72 صفحه، شاید هر صفحه 20 مورد، هر کدوم رو باز میکنی آنچه که هست از تجاوزه، این مرد تجاوز کرده و پروندهش و اینکه دلایل و شواهد محکمی هست، اما این دلایل و شواهد همه گفته است. اینکه این تجاوزها در محیط کار هم انجام نشده یعنی چی؟ یعنی آقای کتساب چگونه پاشته رفته در خونه اینها رو شکونده به اینها تجاوز کرده، یا اینها رو در خیابون در تاریکی گرفته، و یا اینکه با میل بوده و بعد عطف به ما سبق شده. یعنی اینکه امروز هستش که در اسرائیل موضوع یک سیاستمدار آمیزش جنسیش با یک زن به ویژه در محیط کار جرمه برای انجمن زنها و اینا، ولی کن کار این عللی که آوردن و شواهدی که آوردن مربوط میشه به وقتی که چنین قانون گفتنی نمیدونم نوشتنی هست یا نه، یا اینکه این در واقع بهش احترام گذاشته میشه برای حفظ زنان. عطف به ما سبق شده، یعنی وقتی که ایشون چنین روابطی رو داشته اختیاری یا به زور، که این ثابت نبود شده به زور بودنش، باید عکسی باشه، ضبطی باشه، فیلمی باشه، شاهد زنده‌ای باشه، آثار خون باشه، مو باشه. میدونین تمام اینها در قانون امریکا beyond reasonable doubt
ما حالا داریم میگیم ما راجع به کشور دموکراتیک مثل اسرائیل صحبت میکنیم، پس باید اونجا هم proof beyond reasonable doubt باشه، بلا خب راجع به سیستم ایران صحبت کنیم. در واقع این شیوه در پشت درهای بسته و عدم انتشار دادن نکته های مو به مو فقط به این عنوان که این زنها میخوان هویتشون پنهان بمونه و پنهان هم نگه داشته بودن به گفته مقامات قضایی تا 10 تا 15 سال، این یک مقدار باز این شکاف و سوراخی است که در کیس یا موضوع جنایی و جزایی آقای موشه کتساب دیده میشه. خدمتون گفتم در اینترنت تشریف ببرید، حتی بزنید بک‌گراند یعنی سابقه آقای موشه کتساب. بابا این مرد سالیان سابقه درخشان داشته، کارها انجام داده، حتی مسئول کمیته‌ای بوده که ایرانی هایی که از کشورهای دیگه میان بهشون ایشون بررسی بکنه و اینها رو بتونه ازشون حمایت بکنه. تا در صفحه‌ای که من زدم عکس‌هایی از موشه کتساب عکس‌ها میومد، هر کدومو باز می‌کردی، من باز اینجا با 54 صفحه که در هر صفحه هم صفحات تیترهای مختلف هست، باز تجاوز سوء استفاده از مقام قدرتش و اینکه البته به یک مورد مشخص در این مورد در این باره محکوم شده که خودش گفته دلیل نیست، فقط دلیل اثبات نشده، مدرکی وجود نداره، اما به گفته خانم اعتماد کردن بدون اینکه عکسی نشون داده بشه، بدون اینکه شاهدی وجود داشته باشه و اینها در اختیار عموم گذاشته نشده. به هر حال زدی بزنید Who is موشه کتساب و بعد بعضی از این صفحات باز نمیشن، یعنی چگونه هستش که سیستم قضایی اسرائیل بعد از این ماجرا 20 سال کار درخشان این مرد در اینترنت که هر شخص عادی میتونه حتی آدرس خونش در اونجا باشه، تمام کارهایی که کرده چیزی دیده نمیشه، برداشته شده، صفحه بسته شده یا آنچه هست گفتم همون نیم صفحه بیوگرافیست که هی تکرار میشه و بعد این ماجرای افتضاح‌آمیز این مرد خطرناک که تجاوز کرده به حقوق زنها، به زنها، زنهایی که برای او کار میکردن، به امروز یک مرد بی‌صدا و بعد در زندانی که هست، زندانی هستش که نگفتن اختیاری است یا اجباری که باید صبح 4:30 بیدار بشه، تورات بخونه تا 11 و بعد 2 ساعت استراحت، دوباره تورات بخونه تا شب. و من در صحبتی که با یک روزنامه‌نگار داخل اسرائیل میکردم ایرانی، گفت اختیار خودش بوده، یعنی آیا این مردی که تمام عمرش با کتاب و با قلم و با ذهنیت و با جامعه سرکار داشته، امروز اختیار خودشه که میخواد تبدیل به یک آخوند بشه با خوندن تورات؟ و آیا ایشون این یک تحقیر دیگریست؟ یعنی این مرد که 5 فرزند داره و گویا 2 نوه، نه تنها آیندش در هم ریخته، نه تنها تمام سوابق درخشانش حتی از روی اینترنت برداشته شده، بله این مقاله است که شما خواهید دید، چند صفحه اولش، چند سطر اولش راجع به سوابقشون هست. و من یک سوراخی در اینجا دیدم، یک موردی که ایشون وقتی که در سال 2003 در روم، در موقعی که پاپ پل دوم مرده بود، آقای خاتمی هم در اونجا بوده، ایشون به پرس، به رسانه ها میگه که خاتمی در اونجا بود، او هم زاده یزده، من با او صحبت کردم و بعد خاتمی این رو تکذیب میکنه. یعنی در واقع آقای موشه کتساب در همونجا یک میوه ممنوعه رو خورد. حالا اینکه آیا این واقعا جنایت کرده، این من تجاوز کرده و این تجاوز ها چگونه بعد از 10-12 سال پیامد یک زنی که یک بانویی که آمده من میگه $250,000 به من بده یا میرم شکایت میکنم تو به من تجاوز میکنی، و معلومه که یک تله بوده و بعد
خود ایشون که میاد و میخواد از خودش دفاع کنه به مأمور امنیت امنیتی میگه بعد تمام اینها یکی بعد از دیگری مثل ماشین زیراکس میاد و جب 4 ساله که در علیه ایشونه و اینکه امروز پشت میله های زندان اجازه روزنامه خوندن نداره، اجازه تلویزیون دیدن نداره و مسلماً مصاحبه و گویا هر از گاهی شاید 2 هفته یه بار، نمیدونم شاید هم بیشتر، خانواده ایشون باید از پشت میله های زندان با ایشون برخورد کنند. و این موضوع این هست که یک مردی که تمام عمرش کوشش کرده، تلاش کرده به بالاترین مقام ممکن رسیده و سنش هم 66 سالش الان، چگونه هستش که امروز ما باز همین موضوع ابزار زن، از ابزار زن سیاسیون میتونن استفاده کنن و بعد به بهانه اینکه زن مورد احترامه، زنها باید ازشون دفاع بشه، جوامع زنان اعتراض دارن و هیچ مردی نباید این تبعیض غارت بشه که اگر زن زیبایی در اداره کار میکنه اگر نخواهد همخوابگی کند یا لاس بزند با رئیس خودش، اون کارش در خطر میفته. خب اینم اهرم سیاسی قرن 21. یه دیم به من گفتن دهنت رو ببند، موضوع سیاسیه، صحبت نکن، ممکنه جونت رو خودش رو این قضیه بذاری. گفتم ایدا، یعنی خطرناکتر از جمهوری اسلامیه که یک تابوی نه 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 هرگز نباید راجع به این صحبت کرد. پس ما داریم در این کشور امریکا که آزادی بیان پرچم اول، خط اول، قانون اول، متمم اول قانون اساسی است، یعنی اصیل ترین قانون اساسی امریکا، ما در اینجا حداقل این آزادی بیان رو داریم. چگونه هستش که از همه امور کشورهای مسائل ایران که در واقع از خطر بالاتر از خطر هست صحبت بشه، اما در این مورد نه. و این سکوتی که خود جامعه یهودیان در این مورد کردن، میترسن، میگن نباید صحبت کرد و همین ممنوعیت من رو بیشتر کنجکاو کرد که قضیه آقای موش کتزاف، این مرد با لیاقت سیاست که از صفر شروع کرد و باز یک، حالا ما نمیخوام تأکید کنم روی ایرانی بودنش، به هر حال کسی که از طایفه اشکنازی نبود و ما میدونیم چقدر یهودیان حساسیت دارن نسبت به این موضوع به ویژه در صحنه سیاست، این پلکان ترقی رو تعیین میکنه بعد از 10-15 سال با شیوهی برای محکوم کردن اون به صحنه میاد که این شیوه کارکرد داره، زنها روش موضوعش قضیهش حساسیت داره، ولی آیا باید منتظر و شاهد این سوء استفاده های ابزاری امروز از زن باشیم برای اینکه مردی رو از صحنه سیاست خارج کنن؟ خب اگر در این ارتباط، اگر در این ارتباط دوستان، من خواستم امروز خط رو باز کنم ولی چون گزارش های دیگری هست و کلن برنامه ما با باز کردن خط نیست، میتونن و همین تلفن که بر روی صفحه تلویزیون هست دیگاه خودشون رو بذارن، یا اگر بخوان صحبتی بکنن من در هفته آینده یا هفته های بعد حتما کوشش خواهم داد، چون این قضیه برای من بسیار قضیه جالبی است و کلن برای موضوع زنان که آیا حمایت از زنان، دادن آزادی به زنان، وارد کردن آنها به صحنه های سیاسی و اجتماعی، امروز در کنارش ما باید این سوء استفاده ابزاری از زن برای دک کردن یه نفر از صحنه سیاست هم باشیم که خب بوده ایم. و این تا چه مدت رنگ پررنگ خواهد بود؟ و یک زیدی میگفتش که
اسرائیل در چند سال اخیر، در دو دهه یک دهه اخیر، دو اشتباه مرتکب شده. یکی کشته شدن آقای همون خدمتون گفتم الان از ذهنم پرید، نخست وزیری که چقدر میخواست واقعا موضوع عرب رو، اسرائیل رو حل بکنه و توسط یک تندره مذهبی. و بعد مورد دوم موضوع آقای موشکتسا که میگوین دست راستی ها در این قضیه بسیار در کار هست. بسیار خوب، برای من جالب این بود که هر چی بیشتر پیش رفتم و صحبت کردم، یا به دیوار خوردم یا به باطلاق فرو رفتم. همون گونه که به من گفته شده بود در این جریان دخالت نکن، نرو، چون چیزی نصیبت نمیشه، یا به باطلاق میری یا به دیوار خواهی خورد. اما اصل قضیه هنوز در اینجاست که آیا مردان بالیاقت امروز باید قربانی آن چیزی بشوند که یک موضوع متداول در گنجه هر مردی ممکنه باشه؟ درسته اخلاقی نیست، درسته زنها مخالف این قضیه هستند، و یا آیا امروز اینقدر این وسیله میتونه محرک باشه و تأثیرگذار باشه که امروز از زن حالا به عنوان این که موجودی است برای آزادی و برابری حقوق باید از او به این گونه بهره برداری بشه؟ اسحاق رابین خدمتون گفتم، چون این اسامی گاهی انسان بلاکه میشه مغزش. حالا پلیس دلیل تراشیده، دلیل دلائل چگونه این زنها رو پیدا کرد؟ اگر این زنها در زمان خودشون نرفته بودن پیش پلیس و پروندهی تشکیل نداده بودن، بعد از 10-15 سال که معلوم نیست ازدواج کردن، کجا رفتن، شما اصلا نمیدونید، یک سال پیشم خیلی از مسائل یادتون میگه، چگونه پلیس رفته دنبال اینها؟ یعنی تمام زنهایی که با این کار میکردن رفته در خونشون رو زده و گفته آیا تو با این شخص رابطه داشتی؟ آیا او با تو رابطه داشته؟ آیا به تو تجاوز جنسی کرده؟ و این قضیه که پلیس در واقع به سراغ زنها رفته و بعد اینها رو عنوان شواهد در دادگاه ازشون بهره برداری کردن، موضوعی بسیار مورد تعمق و باید به هر حال این روی این قضایا دقت بیشتری کنی و متاسفانه برای جنبش زنان این خیلی خطرناک. یعنی در آینده اگر بخوان از به این بهانه وسیله قرار بدن و پاپوشی بسازن برای مردها و عده‌ای هم یا با پول یا برای کسب شهرت یا برای کتاب نویسی یا به خاطر دلایل خصوصی، چون هر کسی با کسی، با مردی، هر زنی رابطه ایجاد میکنه، فکر نمیکنه که میخواد میسترس او باشه، فکر میکنه در نهایت یک روز باید جا باز کنه، همسرش بشه، همسرش از میدان خارج کنه یا خوشبختیش رو دهن بریزه و بر روی آشیانه ویران شده بدبختی دیگری خوشبختی خودش رو، کاخ خوشبختی خودش رو بنا کنه. حالا تا اینکه دیدگاه های مردم چه باشد، چون در دادگاه مردم این قضیه مورد شک و سوال زیادی هست و شاید ما اولین کسی باشیم که هم چه در اسرائیل چه در خارج از اسرائیل این موضوع رو باز کردیم. و عجیبی که تمام رسانه هایی که پوشش دادن همون مطالبی است که از خود روزنامه های اسرائیل گرفتن. یعنی هیچ کسی نیومده این قضیه رو سوال پیچ کنه که خیلی سوراخ و شکاف در این موضوع هست. بنده هم مثل خیلی ها در تاریکی افتادم، یک تونل تاریکی که موارد نمیخونه که یک مردی رو از قدرت، از اوج قدرت با این شیوه بدون نشان دادن
مدارک و اسنادی که برای مردم قابل قبول باشه و با اسناد کور به این وضعیت دوچار بشه. خب اجازه بدین از این قضیه فعلا بگذاریم. چه میزان وقت باقی مونده؟ 2 دقیقه؟ 1 دقیقه؟ جدی فرمایید؟ خیلی خوب. ببینید من مطالب مختلف داشتم، اما لطف بفرمایید این سایت رو بیارید پایین، www.petitioniran.com. شاهزاده رضا پهلوی اقدام جالبی انجام دادن، ما میدونیم صدای ایشون رساست و به دادگاه بین المللی لاهه از آقای خامنه‌ای به عنوان جانی اصلی ملت ایران شکایت بردن و میبینیم که چگونه مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته و خیلی خوبه. در واقع این پیگیر و پیامد فعالیتی بود که در 33 سال اخیر بسیاری از انسان‌های حقوق بشری انجام دادن، یکیش خود همین آقای پروین خودمون بود، دیگران. و در اینجا ما چون باید حمایت کنیم از این اقدام، یک پتیشنی حدود petitioniran.com، یک پتیشنی ما هم گذاشتیم. این پتیشن درست در اوج کشتارهای موج سبز بود و بیش از 80,000 نزدیک 80,000 امضا گرفت. استمداد از جامعه جهانی به مقصود متوقف ساختن جنایات جمهوری اسلامی ایران و تعقیب عاملین آن. ما ایرانیان درون و برون مرزی بدین وسیله از کلیه مراجع انسانی، سیاسی، قانونی جهان درخواست داریم تصمیم عاجلانه و اضطراری جهت توقف سرکوب‌های خشن نظام جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران اتخاذ کنند. امروز جهانیان از طریق هزاران فیلم، عکس و خبر، نظاره‌گر ضرب و شتم، شکنجه و کشتار خیابانی مردم ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. این نظام میلیون‌ها ایرانی را که جهت ابتدایی ترین حقوق انسانی خود به تظاهرات صلح‌آمیز خیابانی پرداختن قلع و قمع می‌کند. این اعمال نه تنها ناقض نسل سریع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که اقدامی جنایتکارانه علیه بشریت نیست هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران به زعامت سید علی خامنه‌ای در راستای اهداف جنایتکارانه خود حتی از قتل آزار زنان باردار، زنان سالمند، کودکان خردسال، زخمیان و معلولین هم ابایی ندارد. پوشیده نیست که همین رژیم جنایتکار به منظور حصول اهداف یاد شده به قطع جمعی ارتباطات بین ایران و جهان آزاد پرداخته تا ابعاد جنایت و سیاهکاری آن از چشم جهانیان پوشیده بماند. ما امضا کنندگان این نوشته از مجامع یاد شده جهانی تقاضا داریم که در این مقطع حساس و خطرناک از تاریخ ایران جهت توقف جنایات و تعقیب قانونی عاملین این جنایات هولناک به زعامت آقای علی خامنه‌ای اقدامی عاجل به عمل آورد. من دیروز به دفتر شاهزاده تماس گرفتم و گفتم صدایشون فراست، عمل بسیار زیباست، اما این پتیشن هم در واقع امضای 80,000 ایرانی رو به دنبال داره. این رو هم اگر جفت شکایت نامه به دادگاه لاهه بکنن موثرتر هست و در واقع همسویی یک صدای مردم ایران رو هم میرسونن. و در واقع این گفتم خدمتتون درست در بحبوحه کشتارها بود، در موج سبز سال 2008 بود و ببینیم که اگر چنین بشود و کسان دیگری که در این راه پتیشن گذاشتن، امضا جمع کردن، فعالیت کردن، اگر با این مدارک ایشون صحبت خودشون رو به دادگاه لاهه ببرن در واقع سندیت بیشتری میگیره و جهانیان بیشتر میتونن توجه کنن و حکم صادر کنن. کمان که این آقایون در دادگاه میکنوس محکوم شدن، اما من فکر کردم در این فرصت زمانی که الان شاهزاده پیشگام شدن، کارهایی رو که انجام شده اگر با خود حمل بکنن به عنوان مدارک و شواهد و منابع، صحبتشون حرف ملت ایران قوی‌تر به گوش آنها میرسه و آنها باید توجه کنند. فقط خواستم بگم که این هم در واقع اقدامی است بسیار خوب و اگر این 80,000 امضا هم که از تمام دنیا به ویژه داخل ایران با مشخصات مردم برده بشه با دست شاهزاده رضا پهلوی، کار ما جلوتر میفته و بیشتر میتونیم در کنار هم برای آزادی ایران کوشش کنیم.
روز شنبه 8 بامداد، روز 5 سه شنبه 4 بعد از ظهر زنده در خدمتتون هستیم. امیر عزیز در اتاق فرمان، امیر شهرتی نازنین، بدرود. تا برنامه دیگر، خدای طبیعت نگهدارتون.